سلام به عزیزان همزبان. من الان بیرون نشستم و همینطور که میبینین یه ذره هوا بادی هست، ولی زیباست. گفتم بازم با این حال بیام بیرون. میخوام این زیبایی دنیا رو نشونتون بدم که چقدر خدای مهربون این دنیای زیبا رو برای ما آفریده. و خیلی موقع ها یادمون میره که چقدر زیبایی و عشق اطرافمون هست. امروز میخوام از عشق صحبت کنم و مراقبه‌ای که میکنیم مراقبه عشق هست. و پسر من اینجا الان با من یه سوال داره. رایان میخوای بگی سلام؟ این پسر من هست. سلام. و پیانیست خیلی عالی هست. رایان، can you play piano for us? Can change your shirt, let me know when you're ready. هنوز با لباس خواب بود، ساری، ولی گفتم لباسش عوض کنه برامون یه موزیک بزنه. ولی و حرف از موزیک که میزنم، موزیک قلب آدمو باز میکنه، پر از عشق ما رو میکنه. و به خصوص پیانو و ویولون یا فلوت، همه موزیکا، گیتار، وقتی که سنتور، نمیتونم بگم به خصوص اونایی که من الان به ذهنم میاد دارم بهتون میگم، ولی موزیکایی که ملایم هست، نه که گاهی اوقات هم موزیکای حتی درامز، تبل، اینا تمام وجود آدمو به حرکت در میارن و این سلولای بدن آدم جوری که به حرکت در میاد، انرژیایی که باید رها بشه و ذخیره است توی سلولامون رها میشه و چیزی که بیرون میاد در آخر عشق هستش. واسه همین گاهی اوقات ما احتیاج به فلوت داریم، گاهی اوقات به پیانو، گاهی اوقات حتی به تبل، و باید گوش بدیم به این صدای درونمون که چه چیزی احتیاج داره. یک چیز دیگه که میخوام صحبت بکنم راجع به حرفایی هست که میشنویم وقتی که موزیک گوش میدین. بعضی موزیکای آمریکایی که رپ هست، متاسفانه خیلی لغتای بد، مسیجای بد، اونا خوب نیست واسه روح ما، واسه قلب ما. پس وقتی که موزیک گوش میدین، حتما سعی بکنین که موزیکی باشه که مسیج، که پیغام عشق داشته باشه، پیغام خوشی داشته باشه. و حرف از موزیک که الان زدیم، من میام تو که پسرم براتون پیانو بزنه. اوکی سان. و این اتاق موزیک هست. من همونطور که میدونین فرشته خیلی دوست دارم و این هم درام هست که میزنه و اینم پیانوشه. اوکی سان، go for it. Thank you. Okay, take your time. Do I go now? Yes. Thank you.
خرافس. مرسی سان. Of course. Okay, so music. Now we're going back to the meditation. اوه ساری یادم رفت این فارسی بود. آخه من هم مدیتیشن ایرانی میزنم هم فارسی، بعد یک یادم رفت که این فارسی بود. خلاصه خوبه یه خندم کردیم، حداقل من کردم. راجع به عشق حرف میزدیم. موزیک عشق میاره، حیوونا عشق میارن. الان من سگ همسایمون پارس میکرد و بچه هامون، خانواده مون، طبیعت عشق میاره. و عشق فقط عشق مرد و زن نیست، عشق وجود ماست. و مهمترین چیز این هستش که بدونیم که ما اصلا از عشق ساخته شدیم. وقتی که صبح بیدار میشین، اولین کاری که میکنین، بهتون توصیه میکنم این کاری که من میکنم، بیدار که میشین یه دعا بکنین، تشکر بکنین از خدا، از این همه نعمتایی که ما داریم، و چند دقیقه آروم بشینین، حالت مراقبه. و حتی اگه 5 دقیقه میتونین بشینین، بشینین آروم و اون عشق رو احساس کنین، قلبتون رو پر از عشق میکنین. و الان مراقبه که انجام میدیم خیلی شبیه این هست، ولی فقط میتونه حتی 4-5 دقیقه باشه. قلبتون رو باز کنین و عشق بفرستین به دنیا. همینطور که عشق میدین، عشق برمیگرده به آدم. این هست قانون کارما. هر کاری که میکنین، هر انرژی که میدین، همونو دریافت میکنین. و هر وقت که عشق میدین، عشق دریافت میکنین. وقتی که تشکر میکنین از خدا، از کائنات، از فرشته ها، از نعمتهایی که داریم، خدا، فرشته ها، اونا میخوان بیشتر به ما نعمت بدن. وقتی که یک کادویی به کسی میدین، اگر که بگن که آه این چیه و اینا، نمیخواین دیگه کادو بدین بهش. ولی اگه کادو میدین و اونا اینقدر خوشحال میشن، میخواین حتی بیشتر بهشون بدین. پس این عشقی هست که ما میخواییم روش کار بکنیم و مراقبه بکنیم. این که ما همه میدونیم دنیا خیلی به عشق احتیاج داره، خیلی به عشق احتیاج داره. و این فرقی نداره که چه کسی هست، چه رنگ پوستی داریم، کجای دنیا زندگی میکنیم، همه درونمون از عشق ساخته شده. و متاسفانه بعضیا نژادگری انجام میدن، اگر لغتشو درست گفته باشم. و من اصلا متوجه نمیشم چطور مردم میتونن به هم نوع خودشون ظلم بکنن، اذیت بکنن. و حتی کسایی که تو شهر خودشون هستن، از نژاد خودشون هستن، ما متاسفانه میبینیم. و اونا که مردم رو عذاب میدن، اونایی هستن که بیشتر از همه به عشق احتیاج دارن. پس این مراقبه‌ای که ما انجام میدیم، عشق میفرستیم به تمام دنیا و به خصوص به کسایی که انقدر درد تو وجودشون هست که میخوان درد پیش تو کسای دیگه به وجود بیارن. دیدین بعضیا یه چیزایی میگن که مخصوصا میخوان شما رو ناراحت بکنن با حرفای قضاوتشون، و وقتی که میبینن خوشحالین و میدونن خودشون از درون خوشحال نیستن، میخوان شما رو ناراحت بکنن. من کسایی داشتم که حتی فکر میکردم دوست هستن و همون دوستا میان خنجر میزنن. چرا این حرفا رو میزنن؟ به خاطر اینکه خودشون ناراحتن، حسادت دارن، فکر میکنن که شما بهترین، چون عشق ندارن، درونشون عشق نیست. اگر دور درونشون عشق باشه، تنها چیزی که بیرون ازشون میاد عشقه. پس مراقبه که انجام میدیم، عشق به همه میفرستیم، به خصوص به کسایی که آزار میدن بقیه رو. باید بخشش بیاریم بهشون. اگه بخشش نیارین، خودتون عذاب میبینین. پس عشق و بخششه که میتونه این دنیا رو یه دنیای بهتر بکنه، بیماری ها رو ببره. وقتی که خودتون رو پر از عشق میکنین، سیستم ایمنی بدنتون قوی تر میشه.
و مردم میبینن، مردم میخوان اطرافتون باشن، بچه های کوچیک به خصوص و حیوونا احساس میکنن انرژیتونو و میخوان بیان و اون عشق رو احساس بکنن. خب پس قبل از اینکه بریم توی مدیتیشنمون، من میخوام یک موزیک خیلی زیبای خانم گوگوش رو بذارم که راجب عشق هست. یه قسمت کوتاهش رو گوش میدیم که بریم توی انرژی عشق و خودتون حرکت بدین، بدنتون حرکت بدین، همونطور که نشستین دستاتون حرکت بدین، نفس عمیق بکشین. زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه دیگه. دستاتون حرکت بدین، بدنتون حرکت بدین، گردنتون حرکت بدین، برو عشق بشین. حتی دردی که میکشین از عشق زیباست، آزادتون میکنه. با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دراهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغضه یه سفره، بس که عمر آدم زود میگذره. زندگی کنش، زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیشه عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو پاییزه. عشق، عشق، عشقه که آتش وجود ما رو به حرکت در میاره، روح ما رو به حرکت در میاره. به خاطر عشقه که بیدار میشیم، هر نفس میکشیم، وجودمون از عشق. عشق، زندگی کن. بیاین زندگی کنیم پر از عشق. از درد عشق نترسیم. میدونین چطور میتونین نترسیم؟ اینی که Love without attachment، یعنی هیچ توقعی نداشته باشین، هیچ ترسی نداشته باشین. آزادانه عشق ببرزیم. نگران این نباشین که کسی رو دوست داریم و فردا میذاره میره، دل ما رو میشکنه. اون عشق از بین نمیبره. وقتی که عشق دارین، وجودتون عشقه، عشق میمونه و بخشش میاد، عشق آزادانه میاد. یک نفس عمیق بکشین، قلبتون رو پر از عشق بکنین عزیزان من، و لطفاً چشماتون رو ببندین. با چشمای بسته تجسم کنید که قلبتون یک قلب طلاییه. آتش عشق توی قلبتون شعله وره. با هر دم و بازدمی این آتش عشق بزرگتر، وسیع‌تر و قوی‌تر میشه.
و این نور طلایی شروع میکنه وجودتون رو فرا میگیره، پخش میشه به هر سلول بدنتون. هر سلول بدنتون شروع میکنه رنگ طلایی عشق رو پیدا کردن. با هر نفسی که میکشین عشق از دنیا، از خدا، از فرشته ها، از درخت ها، از حیوان ها، از پرنده ها میاد وجودتون رو پر میکنه و با هر بازدمی اون عشق رو بدین به این دنیا که احتیاج به عشق داره. تمام سلولای بدنتون الان پر از عشق و نوره. گردنتون، صورتتون، حتی موهاتون، دستاتون، شونه هاتون، کمرتون، سینتون، شکمتون، رونتون تا پایین پاتون، انگشتای پا، انگشتای دست، همه غرق از نور و عشق. عشق عشق کائنات رو احساس میکنی، عشق درختا، عشق حیوانات، عشق انسانها، عشق ستاره ها، همه از عشق ساخته شدن. و حالا این عشقی که توی قلبتون هست و از وجودتون بیرون میاد بفرستین به هر کسی که داره عذاب میکشه، هر کسی که سختی کشیده، درد دیده، مرگ دیده، ناراحتی دیده، عشق بفرستین بهش. و با هر نفس عمیق عشق الهی وجود شما رو پر میکنه. همینطور که شما عشق میدین، خدا وجودتون رو پر از عشق میکنه که بتونین بیشتر عشق بدین. تمام سلولای بدنتون الان از عشق پر شده و درمان شده. نفس عمیق بکشین و احساس کنین وجودتون عشقه، از عشق ساخته شدین. و حالا این عشق رو از وجودتون بفرستین به تمام کائنات، نه تنها به کره زمین، به تمام کائنات، به دریا، به اقیانوسای زمین، به جنگلای زمین، به کسانی که آب ندارن بنوشن، غذا ندارن بخورن، به تمام این دنیا، به تمام ستاره ها، به تمام کائنات عشقتون رو بفرستین. عشق وجودتون پر از عشقه و این عشق رو دارین از وجودتون با بقیه تقسیم میکنین و عشق بقیه رو احساس میکنین، عشق خدا رو احساس میکنین، عشق فرشته های خدا رو احساس میکنین. حالا با چشمای بسته خودتون رو مجسم کنید که روی یک ستاره زیبا هستین و دارین به زمین نگاه میکنین و از اونجا عشق میفرستین به زمین و میبینین که زمین داره درمان میشه، با عشق داره درمان میشه. هر کدوم از ما یک ستاره هستیم
که الان از تو کهکشان داریم اون عشق میفرستیم به زمین. این زمین عزیزمون بیماری ها میره، ناراحتی ها میره، با نیت ما، با عشق ما این زمین درمان میشه. و حالا نگاه میکنین طرف راستتون یک فرشته زیبای طلایی هست، طرف چپتون نگاه میکنین میبینین یک فرشته دیگه هست، بالهای زیبای طلایی. یکیشون دست راستتون رو میگیره، یکیشون دست چپتون، و با شما پرواز میکنن، بر میگردن به زمین، میارنتون تو وجودتون و شما رو بغل میکنن، ازتون تشکر میکنن که به خودتون و به این دنیا و به کهکشانها درمان رو آوردین از طریق عشق. نفس عمیق بکشین، دستتون رو بذارین روی قلبتون و این عشق رو توی وجودتون جاگزین بکنید. هر وقت نگرانی دارید، ناراحتی دارین، دستتون رو میذارین روی قلبتون و این عشق رو احساس میکنین. وقتی کسی درد داره، دستتون رو میذارین روی قلبتون و عشق بهش میفرستین. عشق، عشق. هر چی میبینین، هر چی میشنوین، عشق، عشق الهیه، عشق الهیه. با چشمای بسته به صدای من گوش بدین. نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده. ای چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنوا، با من بمان، همیشه بمان با من، با من بمان، همیشه بمان با من. آرزو میکنم، از خدای مهربون میخوام که همیشه باهاتون باشه. خدا عشق، خدا نوره و ما از این آفریننده زیبا و پر از عشق و نور آفریده شدیم. امیدوارم همیشه پر از عشق و نور باشین، همیشه خدا رو توی قلبتون احساس کنید. الهی آمین. نفس عمیق بکشین و به آرومی چشماتون رو باز بکنین. مرسی از عشقتون، مرسی از درمانی که آوردین به این دنیا. ازتون خواهش میکنم که وقتی که این ویدیو رو قطع خاموش کردین، حداقل به یک نفر یا 10 نفر یا 20 نفر این ویدیو رو بفرستین که بتونیم عشق به این دنیا بیاریم. من این ویدیوهایی که انجام میدم غرضم اینه که این دنیا رو یه دنیای بهتری بکنم، در توانم اگه باشه، و اگر هممون این کار رو بکنیم این دنیا دنیای بهتری میشه. پس پیغام عشق رو بیاین که به بقیه بدیم، پخش بکنیم. اگر این ویدیو رو دوست دارین سابسکرایب بکنین و ازتون خواهش میکنم که اینو شیر بکنین با
هر کسی که میتونین حداقل به یه نفر، چون اون یه نفرم میفرسته برای کسای دیگه، و اینطوری هست که میتونیم این دنیا رو یه دنیای بهتر بکنیم. و این ویدیو برای همه هست، برای هر سنی، هر کسی که فارسی متوجه میشه، هر جای دنیا، هر دینی دارین. و تنها چیزی که میتونیم در اشتراک همه میدونم داریم عشق. بهتون عشق میفرستم. مرسی عزیزان، تا دفعه بعد که به هم عشق بدیم و مراقبه دیگه انجام بدیم.